رژیم جمهوری اسلامی بچه حرامزاده گلوبالیست هست اونها نگه داشتن اشتباه نکنید نشید بگید اینا خیلی زرنگ الان مهمترین فکر در واقع بریدن اون بازوان این اختاپوس سبز تا 2025 چندین دیکتاتور هستن باید برمن یکیش خامنه ایه با فور ایچ یعنی هزبالله هوتی حشد الشعبی و حرامیون سوریه کار دارن اول نگاه کنید همه رو به خاک سیا نشوندن درسته؟ بله. حتی رفتن عمان رو از حلقه اینا بیرون کشیدن همراهان گرامی و همیشگی درود بر شما و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی ایران عزیزمان به نظر می رسد که به لحظاتی حیاتی برای جهان و به ویژه خاور میانه نزدیک شده ایم و تاریخ به نقطه ای رسیده است که هر لحظه ممکن است یک چرخش بزرگ رخ دهد درگیری ها و تنش ها و اقدامات بی سابقه ای که در روزهای اخیر به چشم می خورند همه گی گواه از آن دارند که اتفاقی بزرگ در پیش است آیا پیشگویی های گذشته در حال تحقق است؟ آیا سقوط رژیم جمهوری اسلامی همانطور که بسیاری از تحلیلگران از جمله مرحوم مانوک خدابخشیان پیش بینی کردند نزدیک است همانطور که دیدیم مرحوم خدابخشیان روزنامه نگار و مفسر برجسته که پیش از مرگش در سخنانی جنجالی گفته بود تا سال 2025 خامنه ای سقوط خواهد کرد حالا به نظر میرسد رسد که رویدادهای جاری به سمت تحقق این پیشگویی پیش می رود. آنچه در منطقه و در سطح جهان میگذرد نشان از یک لحظه بیسابقه در تاریخ دارد در این میان در میان هیاهوهای منطقه‌ای و جهانی یک اتفاق ویژه به سرعت خبرساز شده است ورود فرمانده سنت کام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اسرائیل حرکتی بیسابقه است که معمولا تنها قبل از تحرکات نظامی بزرگ و عملیات گسترده صورت می‌گیرد تحلیلگران از جمله نیویورک تایمز بر این باورند که این حضور نمیتواند تنها برای بازدارندگی باشد بلکه هدف اصلی آن برنامه ریزی برای یک جنگ بزرگ است. از آنجایی که در گذشته چون این قبل از حملات اسرائیل به حماس و دیگر دشمنانش صورت گرفته است این بار نیز نشانهایی مشابه دیده می شود. آیا جهان در آستانه یک حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی قرار دارد بسیاری بر این باورند که این تنها حلقه باقی مانده تا تکمیل زنجیر وقایع منجر به سقوط رژیم جمهوری اسلامی است در همین راستا نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس بر لزوم حمله به تأسیسات حسی جمهوری اسلامی تأکید کرده است او به سراحت اعلام کرد که هدف نهایی اسرائیل باید تنها و تنها سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشد چرا زیرا جهان نمیتواند خطر دستیابی یک رژیم ایدئولوژیک قرون وسطایی به سلاح هسته را نادیده بگیرد نخست وزیر پیشین اسرائیل هشدار داد که اگر اکنون اقدامی انجام نشود ممکن است دیگر هیچ فرصتی برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه ای وجود نداشته باشد اما آیا این فقط حرفی از سوی یک سیاست مداره سابق است یا نشانه ای از یک استراتژی جدید و بالقوه برای خاور میانه وی با تأکید بر اینکه ایران بیش از سی سال است که اسرائیل را با حملات نیابتی از طریق گروه های نظیر حماس و حزب الله هدف قرار داده است مدعی شد که اسرائیل باید اکنون و پیش از آنکه خیلی دیر شود دست به کار شود جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا هم در این راستا به اسرائیل اعلام کرده است که میتواند به تهدیدات ایران پاسخ دهد جو بایدن البته از اسرائیل خواسته است که این پاسخ باید متناسب باشد اما منظور از متناسب چیست این را اسرائیل تعیین میکند آیا جهان می تواند یک پاسخ متناسب به برنامه هستهای جمهوری اسلامی داشته باشد یا خیر بایدن به طور علنی از اسرائیل خواسته تا به تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی حمله نکنند اما تحلیلگران معتقدند که اسرائیل به این درخواست توجهی نمی کند به ویژه اینکه بسیاری از مقامات نظامی اسرائیل گفتند که پاسخ متناسب از نظر ما حمله به تأسیسات هسته است به ویژه اینکه حزب جمهوری خواه ایالات متحده ای آمریکا که احتمال پیروزی در انتخابات پیش رو به رهبری دانلد ترامپ را هم دارد به سختی از تصمیم اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی و تأسیسات هسته‌ایش دفاع می کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای اسرائیل تناسب به معنای مقابله به مثل نیست اسرائیل با تهدیدات مداوم از سوی جمهوری اسلامی روبروست از جمله شلیک مستقیم 190 موشک بالستیک در روزهای اخیر به اسرائیل مانور تبلیغاتی بسیاری برای آنها انجام داده است و شهروندانش را از خطرات جمهوری اسلامی آگاه کرده است اسرائیل گفته است که بدون فناوری های پیشرفته ما این موشک ها می توانستند هزاران نفر بیگناه را به کام مرگ بکشانند. مقامات اسرائیل گفتند که این فناوری پیشرفته ما بود که جلوی مرگ شهروندان اسرائیل را گرفت و بنابراین پاسخ متناسب از سوی ما باید متناسب با حالتی باشد که ما نمی توانستیم این حمله موشکی را دفع کنیم. در این رابطه سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است که آیا قرار است که ما هم ده ها هزار موشک را به سمت شهرهای ایران شلیک کنیم؟ خیر، چرا که اسرائیل همواره تلاش کرده است با دقت عمل نظامی و جلوگیری از تلفات انسانی و غیر نظامیان به عنوان یک نیروی بازدارنده عمل کند. تحلیلگران نظامی و کارشناسان بین‌المللی معتقدند که اسرائیل به جای تکیه بر حملات گسترده به سراغ حملاتی دقیق و هدفمند می رود که تنها بخش های کلیدی از رژیم جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد. این موارد می تواند شامل حمله به برنامه های هدف قرار دادن سران نظام و همچنین فلش کردن اقتصاد و زیر های حیاتی جمهوری اسلامی باشد. اسرائیل به خوبی می داند که این نظامی تنها با گروه های نیابتی جمهوری اسلامی همچون حماس، حزب الله و جهاد اسلامی نمی تواند امنیت دراز مدت این کشور را تضمین کند و جمهوری اسلامی به عنوان سر اختاپوس سالهاست که به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق این گروه ها به اسرائیل ضرباتی وارد کرده است و پاسخهای متقابل تنها توانستن از شدت این حملات بکاهند. از این رو بسیاری از رهبران اسرائیل و حتی برخی از تحلیلگران غربی به این نتیجه رسیدند که تنها راه پایان دادن به تهدیدات مداوم سقوط رژیم جمهوری اسلامی است. نفتالی بنت در سخنانش با وضوح اعلام کرده است که جهان نمیتواند اجازه دهد جمهوری اسلامی به سلاح هستی دست یابد. او از جامعه بین المللی خواست که از فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی استفاده کند و در نهایت هم گفت که اگر جهان همکاری نکند اسرائیل به تنهایی مجبور خواهد شد تا این رژیم را بر سر جایش بنشاند. یکی از موضوعات کلیدی که در بحث های اخیر درباره جمهوری اسلامی و اسرائیل مطرح می شود پیشرفت برنامه هسته جمهوری اسلامی است با توجه به گزارش های جمهوری اسلامی به مقدار قابل توجهی از اورانیوم با غنای بالا دست یافته است که میتواند برای تولید چندین بمب هسته کافی باشد و این مسئله باعث شده است که خط قرمز اسرائیل فرا برسد اسرائیل گفته است که ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی از این فراتر برود کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی به مرز ساخت های انفجاری مورد نیاز برای این بومب ها هم نزدیک شده است کارشناسان بینالمللی میگویند که در دست داشتن سلاح هستهای برای رژیمی اید ایدئولوژیک که کشتار مردم برایش هیچ اهمیتی ندارد و حتی مردم خود را در کوچه و خیابان ها میکشد میتواند به عنوان یک خطر حتا برای انقراض نسل بشریت باشد و باید هر چه زودتر جلوی جمهوری اسلامی ایستاد برای اسرائیل زمان بسیار مهم است کارشناسان امنیتی و تحلیلگران نظامی گفتند که اگر اسرائیل و جامعه جهانی اکنون اقدام نکنند ممکن است دیگر فرصتی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح حسی وجود نداشته باشد و به همین دلیل این انتظار می رود که در هفته های آینده چون این حملاتی به صورت گسترده صورت بگیرد. حملات هوایی به تأسیسات هسته جمهوری اسلامی یکی از گزینه های اصلی است که همواره در میان گزینه های استراتژیک برای اسرائیل مطرح بوده است و این بار به نظر می رسد که فشارها برای انجام این حملات بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است در همین حال در تحلیلی که نیویورک تایمز منتشر کرده است به وضوح اشاره شده است که اگر رویدادهای اخیر را در کنار هم قرار دهیم تنها یک حلقه از زنجیر باقی می ماند و آن هم سقوط رژیم جمهوری اسلامی است. نیویورک تایمز تأکید کرده که شرایط کنونی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی به نقطه ای رسیده است که ممکن است به زودی شاهد فروپاشی جمهوری اسلامی باشیم. از سوی دیگر اعتراضات مردمی که در ایران در سالهای اخیر رخ دادند به فشارهای داخلی بر رژیم هم افزوده است و تحریم اقتصادی و فشارهای خارجی هم به وضوح اقتصاد جمهوری اسلامی را فلج کردند و تمام این عوامل در کنار هم تصویر یک رژیم را ترسیم می کنند که تحت فشارهای بی سابقه قرار دارد و در لبه پرتگاه سقوط قرار گرفته است. سؤال بزرگ است که آیا سقوط رژیم جمهوری اسلامی چقدر نزدیک است؟ آیا پیشگویی هایی که از مدت ها قبل درباره فروپاشی این رژیم مطرح شده بود به واقعیت می پیوندند تحولات کنونی نشان از تغییرات بنیادی در خاور میانه دارند و سقوط این رژیم در صورت وقوع تنها یک تغییر داخلی نخواهد بود بلکه پیامدهای های گسترده ای برای منطقه و حتی جهان به همراه خواهد داشت حال که فرمانده سنتکام در اسرائیل حضور دارد و تحلیلگران بین المللی همچون نیویورک تایمز از نزدیک بودن فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت می کنند باید به این فکر کرد که آیا جهان برای آیندهای جدید آماده شده است مخاطبان گرامی ضمن درود اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.